میخوام یه مسئله براتون حل کنم. حرکت یک سیم داخل میدان، سوال بسیار مهم، نتیجه بسیار بسیار مهمتر. حواستون رو جمع کنید. این تست ها توی کنکور سراسری خیلی زیاد دارن تکرار میشن. میگه چیه؟ نگاه کنید. در شکل مقابل سیم به طول L با سرعت V روی قاب U شکل حرکت میکنه. نیرو محرکه القایی را به دست آورید. ببینید بچه‌ها، من یه شکل میکشم. یه سیم U شکل رو گذاشتم داخل یک میدان مغناطیسی درون سو که سطح حلقه بر میدان عمود. همین الان میتونیم نتیجه بگیریم تتامون صفر میشه. این سیم آزادانه شروع میکنه به حرکت کردن، یه مسافتی رو طی میکنه. از ما خواسته نیرو محرکه القایی رو در این قاب به دست بیاریم. منم این کارو انجام میدم. کاری که باید انجام میدیم چی بود؟ یک، سیم رو حرکت بدیم تا اونجایی که خواسته اومده. این خب الان وقتی سیم به سمت راست حرکت میکنه برای به دست آوردن نیرو محرکه، شرط اول حل مسئلهمون چی بود؟ آفرین. اول مشخص کنیم چرا شار مغناطیسی تغییر کرد. من وقتی نگاه میکنم کاملا واضح است. در مرحله اول سطح حلقه این بوده، در مرحله دوم حلقه ما بزرگتر شده، این خدچین دیگه وجود نداره. پس معنا و مفهومش اینه که مساحت داره تغییر میکنه. خب اگه مساحت داره تغییر میکنه، این سطح هاشور زده ما، سطحی که زرد رنگ شده، مقدار مساحتی است که افزایش پیدا کرده. حالا چقدر جابجا شدیم به اندازه دلتا ایکس؟ من وقتی میخوام نیرو محرکه رو به دست بیارم، اول باید برم ببینم تغییرات شارم چقدر هست. پس ببینید چه کار میکنیم. تتا که شد صفر، حالا اولین کاری که انجام میدیم نیرو محرکه مساوی است منهای ان دلتا فی به دلتا تی. تک تک اینها رو باید به دست بیاریم ببینیم چه جوری هست. نیرو محرکه مساوی است با دلتا فی. شما بگید الان به نظر شما چرا شار مغناطیسی تغییر کرده بود؟ صد. پس وقتی دلتا فی رو میخوای جاگذاری کنی، باید بنویسید دلتا آ ضرب در بی ضرب در کوسینوس تتا تقسیم بر دلتا تی. قدر مطلق برای چی گذاشتیم؟ میخوای مقدارش رو به دست بیاریم. علامتش برامون مهم نیست. حالا یه سوال، ام رو چرا یک گرفتیم؟ بچه‌ها یه سیم داره حرکت میکنه، پس این سیم با اون قاب یه حلقه برای ما درست میکنن، یعنی n برابر چنده؟ یکه. پس یادمون باشه وقتی n رو داشتیم یک جا گذاری کردیم. حالا چی باقی میمونه؟ میمونه دلتا آ. دلتا آ چیه؟ طول ضرب در عرض، ال ضرب در دلتا ایکس. پس من میتونم توی این رابطه جای دلتا آ این رو قرار بدم. دیگه چی؟ تتا هم که برابر صفره. ببینید n یک شد، دلتا آ رو داریم، تتا رو هم داریم. وقتی جاگذاری کنیم توی رابطه میشه منهایه به جای دلتا آ ال ضرب در دلتا ایکس ضرب در بی کوسینوس صفر که شد یک تقسیم بر دلتا تی. راستی بچه‌ها این دلتا ایکس بر روی دلتا تی چی بود؟ آفرین، سرعت ما. مقدار سرعت برابر است با دلتا ایکس به دلتا تی، چون با سرعت ثابت هم حرکت میکنه. حالا اگر من اینو وردارم جاش وی رو قرار بدم میشه منهای بی ال وی. اگر منفیشو ورداریم، یعنی مقدار در نظر بگیریم، اون چیزی که به دست میاد بی ال ویه. پس بچه‌ها من به عنوان یه نکته اصلا اینو به خاطر میسپارم. اگر من یک سیمی رو روی قاب حرکت بدم چه اتفاقی میفته؟ نیرو محرکه‌ای که به دست میاد برابر است با بی ال وی. چیزی گفتید؟ یه دانش آموز سر کلاس میگه آقای شابدین به این فرموله یه نگاه بنداز، خیلی جالبه ها. این چیش جالبه؟ میگه بی که میدان مغناطیسیه، میگه ماره، الم که طول سیمه، خب وی هم که سرعت سیمه. بله درسته. خب این قاب چه کار است اینجا؟ آه درست شد بچه ها. نکته ای که اینجا ما میتونیم نتیجه بگیریم اینه که اگر یه سیم تنها تو میدان حرکت کنه، بازم همین مقدار نیرو محرکه داره. اصلا مهم نیست قاب وجود داشته باشه یا نداشته باشه. اگر قاب باشه فقط جریان یه حلقه کامل رو طی میکنه. اگرم وجود نداشته باشه بازم این نیرو محرکه داخلش ایجاد میشه. پس بچه ها اون نتیجه بسیار مهم اینه که اگر یک سیم تنها به طول L در یک میدان مغناطیسی با سرعت ثابت شروع به حرکت بکنه، اونم عموده بر میدان، شما میتونید براش یه نیرو محرکه تعریف کنید، یه اختلاف پتانسیل برای دو سرش تعریف بکنید، به طوری که ما این نتیجه رو حتما به قادر میسپاریم. اگر سیمی به طول L با سرعت V عموده بر میدان مغناطیسی B حرکت کند، نیرو محرکه القایی در آن را میتوان از رابطه زیر حساب کرد. E مساوی است با BLV. اما یادتون باشه بچه ها، ممکنه تو بعضی از کتاب ها یه سینوس تتا همین بغل ببینید. من برای حالتی دارم حل میکنم که عموده، اون آلفا زاویه بین سیم و میدان رو میگه که وقتی 90 باشه دیگه یک میشه. پس بچه ها مثل کتاب این رابطه رو برای خودمون به خاطر میسپاریم. بریم قسمت بعدی.
میله رسانه به طول 25 سانتیمتر در صفحه عمود بر خطوط میدان مغناطیسی یک نواخت 800 تسلا با سرعت ثابت 12 متر بر ثانیه حرکت میکنه. نیرو محرکه القایی چند ولت است؟ خب سوال بسیار ساده ای هستش. من میخوام این رو حلش کنم. چیکار کنم؟ میگم نیرو محرکه القایی در داخل یک سیم که داره حرکت میکنه چیه؟ BLV. اگر عمود بر میدان حرکت کنه، گفته عموده. حالا همه داده ها رو هم دارم جاگذاری میکنم. میدان 800 ضرب در 25 صدم ضرب در 12، 8 تا 25 تا میشه 200 تا، 2 تا صفرش میره، 200 ضرب در 12 جواب آخر میشه 24 صدم ولت و گزینه درست 24 صدم ولت میشه که گزینه درستمون گزینه شماره 4 خواهد شد.